سلام، من علی فرنگمیر هستم و تو این ویدیو میخوام راز تابلوی شام آخر لئوناردو داویچی رو بریزم بیرون و تو این ویدیو میخوام از مطالب کتابای انجیل مسیحی استفاده کنم. اما میخوام یه نکته رو قبلش بگم که خیلی ویدیوها تو اینترنت در این باره ساخته شده که اطلاعات اشتباه دارن میدن درباره تابلوی شام آخر و یا شاید هم حالا به صورت عمدی دارن یه سری شیطنت هایی میکنن و اطلاعات غلط به آدم ها میدن و حالا اونا رو هم آخر ویدیو میگیم. اما اگه دوست دارین بدونین که راز داوینچی توش تابلوی شام آخر چی بوده با استفاده از متون اصلی مسیحیت و حالا تحلیلی که خودم دارم از تابلوی شام آخر، تو این ویدیو من راز اصلی رو براتون فاش میکنم. پس اگه میخواین این قضیه رو بدونین تا ادامه ویدیو با من همراه باشین. اونجوری که انجیل داستان زندگی مسیح رو تعریف میکنه، روز قبل از اینکه مسیح به صلیب کشیده بشه و بعدش حالا به آسمون بره و اینا، شب قبلش توی اون شام آخری که با یارانش داشته، با اون 12 تا شاگردش داشته، توی میز شام، سر میز شام، این نان و شراب رو بالا میگیره و میگه نان رو به عنوان بدن من بخورید و شراب رو به عنوان خون من بخورید. و خب این مسئله‌ای که شاید به صورت مستقیم کسی متوجه نشه معنیش چیه، اما اگه این جمله هایی که مسیح گفته رو حالا من براتون از اول از روی کتاب میخونم و بعد میگم که چه مفهومی داره. چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: بگیرید بخورید، این است بدن من. سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. مسیح داره میگه این نان بدن منه و این شراب یا آب انگور خون منه. حالا اگه اینو رو از این طرف به این طرف ترجمه کنیم، یه جورایی داره میگه که بدن من از نان تشکیل شده، با نان بزرگ شده، رشد کرده. خون من با آب انگور یا آب میوه تشکیل شده یا درست شده. یه جورایی داره میگه که من بدنم و خونم و وجود جسمانیم و با چیزایی مثل نانی که حالا بدون خمیر مایه است و نانی که خیلی سالمه، نان گیاهیه، و آبی که آب میوه است و آب انگور و کلن چیزای گیاهی بدنمو پرورش دادم، بزرگ کردم. خب و میگه که از این به بعد شماها هم نان و مثلا شراب و آب انگور رو به عنوان بدن و خون من بخورین و اینجوری یعنی یه جوری داره توصیه میکنه، داره توصیه میکنه که شما هم اینجوری غذا بخورین و یه توصیه تغذیه‌ای داره میکنه. و شاید کسی اینو اون موقع اینجوری ترجمه نکرده، کسی هم اینو نفهمیده، هم از روش رد شده. و توی اون متن انجیل، توی اون قسمتی که داستان شام آخر نوشته شده، هیچ موضوعی از این که مثلا مسیح به یارانش بگه مثلا گوشت بخورید، مثلا بگه که نمیدونم این گوشت غذای حقیقی، اینو بخورید، همچین چیزایی گفته نشده. یعنی اصلا بحثی از غذای دیگه‌ای غیر از نان و شراب نیومده. و یه جوری میشه گفت که روی سفره فقط نان و شراب به عنوان غذا بوده و غذای دیگه‌ای مثل گوشت یا مثلا چیزای دیگه نبوده. یه جوری مسیح توی اون تصویر آخری که از خودش ساخته و داوینچی هم خیلی استادانه و هنرمندانه اونو نقاشی کرده در ایتالیا، همه رمز و راز اصلی زندگی ما آدما رو بهمون گفته و روش زندگی رو خواسته به ما بگه. حالا برگردیم به اون تابلو شام آخر. تو تابلو شام آخر داوینچی عکس مسیح رو با 12 تا یارش کشیده و توی اون تابلو چیزی که بیشتر از همه مهمه و میشه گفت راز اصلی اونجا نهفته است، اون غذاهایی که روی میز چیده شده. اگه به اون غذاها اون تصویر رو دقت کنید، همونجوری که تصویر روی صفحه براتون گذاشتم، روی میز شما می‌بینید همه جاهای میز نان گذاشته شده، یا نان رو تیکه کردن توی ظرف گذاشتن، یا مثلا نان رو حالا قسمت‌های مختلف تیکه تیکه روی میز گذاشتن و کنارش هم جام‌های شراب دیده میشه. خب و اون میز یه میزیه که غذایی که روی میز
گذاشته شده منحصر به فرده. شما نمیبینید روی اون میز بوقلمون باشه، نمیدونم همبرگر باشه، کباب نمیدونم برگ باشه. خب یعنی یه جوری میشه گفت یه غذای گیاهی گذاشتن روی میز، نان گذاشتن و آب انگور. و توی اون مراسم آخر که خیلی هم مراسم مهمیه، مسیحا توی کلیسا هر هفته دارن اینو اجرا میکنن به صورت نمادین، شاید معنیشو نمیفهمن ولی به صورت نمادین هر هفته دارن اجراش میکنن. نان و شراب به عنوان غذایی که مسیح به اونا پیشنهاد کرده، گفته این غذای شما باشه. و این رازیه که داوینچی میخواسته به ما بگه. و توی اون تابلو هیچ راز دیگه‌ای غیر از اون غذاهایی که روی میز هست نیستش. مسیح توی یه دورانی در ابتدای فعالیتش و اون مأموریتی که میاد اجرا کنه تو اون 3 سال، میره توی بیابان و روزه میگیره 40 روز و شیطان میاد سراغش تا اونو مثلا وسوسه کنه. بعد از حالا 40 روز گرسنگی بهش میگه که اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ بهش میگه که نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. این وقتی معنی داره که یه مقدار گیاهخواری و اینجور چیزها رو برین تجربه کنین. معمولا گیاهخوارا از طرف کسای دیگه و اونایی که گیاهخوار نیستن همیشه اینو میشنون که میگن شما چطوری زنده میمونین فقط مثلا سبزی میخورین یا میوه، بدون خوردن نان، بدون خوردن برنج، بدون خوردن هیچ چیزی که مثلا فیبر داشته باشه، شما فقط سبزی و میوه میخورین و گرسنه نمیشین. مسیح هم همینو گفته آدما باید بتونن بدون خوردن نون و برنج و با خوردن هر چیزی که خدا بهشون داده، مثل گیاهان و سبزیجات، چیزایی که از ابتدا خدا به عنوان مثلا غذای انسان طراحی کرده بود و پیشنهاد کرده بود، با اینا باید آدم‌ها زنده بمونن. پس میشه گفت که مسیح تو لابلای انجیل و لابلای حرفاش یه سری رمزا و کدا رو به ما داده. اگه اینا رو بذاریم کنار هم معنی همش در میاد و خیلی معنی داره اینا. حالا من میرم بازم از این کدا براتون در میارم، میگم که اینا همش باز برمیگرده به تابلو شما آخر. میخوام تو این قسمت از کتاب انجیل یوحنا فصل 6 آیه 54 به بعد یه چیزی رو براتون بخونم که خیلی ربط داره به بحث تابلو شما آخر. میگه که هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاویدان دارد و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید، زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من ساکن میشود و من در او. همان گونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده ام، آن که مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نمانند آنچه پدران شما خوردند و با این حال مردند، بلکه هر کس از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. من وقتی اینا رو میخونم دقیقا یاد اون کتاب گیاهخواری آرشاوی در آوانسیان میفتم که تقریبا میشه گفت 7-8 سال پیش تو ایران خونده بودم. و توی اون کتاب اصلا چیزایی که نوشته با چیزایی که مسیحی همخوانی خیلی قشنگی داره، با اینکه هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. تو کتاب گیاهخواری و حالا توی گفتمان گیاهخوارا اگه برین، اونا هم درباره غذای زنده و غذای مرده، غذای حقیقی و غذای غیر واقعی خیلی صحبت میکنن. یعنی اصلا این یکی از بحثای همیشگیشونه. میگن که وقتی یه دونه رو میذاری توی خاک و رشد میکنه، این یعنی که سلولاش زنده است. ولی اگه همون دونه رو بپزیش بعد بذاری داخل خاک، هیچ وقت رشد نمیکنه، چون مرده، سلول مرده رشد نمیکنه، غذای مرده رشد نمیکنه. غذای ما آدما باید زنده باشه و غذای حقیقی باشه. میگن که ما دو نوع غذا داریم، غذای زنده، غذای غیر زنده. غذای زنده همون گیاه و سبزیجات و میوه است که ما به صورت خام از درخت میگیریم میخوریم، و غذای مرده گوشت و سلول مثلا حالا گوشت حیوان یا مثلا سبزیجاتی که جوشیده شده باشه خیلی زیاد و سلولاش مرده باشه. خب و بعد میگن که اون غذای زنده غذای حقیقی واقعیه، غذای مرده غذای غیر واقعی و غیر حقیقیه. دقیقا حرفاشون کپی حرفای مسیحه، یعنی هیچ مو نمیزنه.
و این خیلی برای من جالبه که همه اینا به هم دیگه ربط دارن. توی قسمت دیگه ای از کتاب انجیل مسیح میگه که بدن شما معبد خداست، معبد خدا رو خراب نکنید. و قرار بوده و هست که مسیحی‌ها روح القدس رو تو بدنشون دریافت میکنن و روح القدس روح خداست. ما میدونیم که خیلی از دکترها میگن مثلا وقتی شما گیاه نمیخورید، فقط گوشت میخورید، به بدنتون آسیب میرسونه. وقتی شما پروتئین رو به صورت مستقیم به بدنتون میدین، بدن شما خودش نمیسازه پروتئین رو و مستقیم دریافتش میکنه، این به بدن ما آسیب میزنه. خب پس ما حق نداریم به انتخاب خودمون غذایی بخوریم که به بدن ما آسیب میزنه و معبد خدا رو خراب کنیم و بدن خودمون رو خراب کنیم. ما علاج همه بیماری ها دور از علم پزشکی در طبیعت پیدا کرده ایم. ما ثابت کرده ایم که پخت و پز عامل اصلی بیماری هاست. بیماری چیزی غیر طبیعی که مردم خودشان با مصرف نمودن غذای پخته و سایر مواد مرده و شیمیایی به وجود می آورند. من با هزاران نمونه در ایران و خارج از کشور ثابت کردم که هر کس غذای پخته کنار گذاشته و با غذای زنده گیاهی که از طرف طبیعت یگانه غذای حقیقی انسان تعیین شده تغذیه نموده است، از همه بیماری ها برای همیشه نجات پیدا کرده است. برای خامخوران بیماری اصلا وجود ندارد. تغذیه طبیعی همه بیماری ها از این دنیا رو شکم میکند. و در آخر میخوام کد اصلی رو بهتون بدم. یهودی ها رسمی دارن که در یک هفته از سال که به اون هفته پسخ یا در انگلیسی پاسوور میگن، توی اون هفته توی یه روز خاص، حالا نمیدونم دقیقا چه روزیه، جمعه یا شنبه، در ساعت 3 بعد از ظهر گوسفند قربانی میکنن و بعد روز بعدش شام مثلا از اون گوسفند غذا درست میکنن و شام میخورن. مسیح دقیقا در این هفته خودشو قربانی میکنه و دقیقا ساعت مرگ مسیح در همون ساعت تعیین شده. یعنی الان پزشکای آمریکایی محاسبه های پزشکی انجام دادن، ساعت مرگ مسیح روی صلیب دقیقا همون ساعتی به دست اومده که یهودی‌ها توی اون مراسم خودشون در اون ساعت گوسفندان رو قربانی میکنن و مسیح یه جورایی به صورت نمادین کدگذاری شده برای ما این پیام رو ارسال کرده از طریق انجیل و اون کاری که کرده که من اومدم که به جای اون گوسفندا قربانی بشم. به خاطر همین هست که توی انگلیسی به مسیح میگن بره خدا یا Lamb of God. خب یعنی گوسفند خدا، بره خدا. مسیح خودشو به جای اون گوسفندایی که قربانی میشدن هر سال تو اون مراسم یا جشن، خودش قربانی کرد و خودش هم گفت از این به بعد دیگه برای اینکه شما گناهانتون بخشیده بشه نیاز نیست گوسفند قربانی کنید، به خون من قسم بخورید. خب مسیح این کارو کرد و دقیقا همه چی رو محاسبه کرده بود. یعنی یه جورایی خب مسیح ما به عنوان پسر خدا قبولن، همه چی رو محاسبه کرده بودن و می‌دونستن که دقیقا چه روزی چه ساعتی باید مسیح جون خودشو بده و این کارو کرد تا به ما بگه که از این به بعد، اولا یهودی ها این مراسم رو داشتن، یعنی گوسفند قربانی میکردن. تو مسیحیت ما دیگه قربانی گوسفند نداریم و این مراسم دیگه اجرا نمیشه و این داستان توی مسیحیت کاملا عوض شده. مسیح توی این شب قبل حرف خودش رو به یارانش میگه، هرچند شاید یارانش هم حتی نفهمیدن، فقط توی انجیل نوشتن، ولی اون رمزه مونده اونجا. یعنی شب آخر پیام خودش رو، رمز خودش رو میگه و روز بعد خودش رو قربانی میکنه و همه چی رو یه جورایی خیلی زیرکانه هوشمندانه محاسبه کرده بود و انجام میده و میگه که بدن من از این نان و شراب تشکیل شده و اینو به عنوان بدن و خون حقیقی به یاد من بخورید. این غذای حقیقیه و بدن خودتون رو با چیزهای دیگه خراب نکنید. من خودم یه ویدیوی دارم، این بالا براتون لینکش رو میذارم، تو دیسکریپشن هم میذارم، در مورد گیاهخواری در کتاب مقدس و اینکه در مورد زندگی نوح و اینکه چطوری مردم با چه سبک زندگی میتونستن 900 سال عمر کنن. در آخر میخوام در مورد اون ویدیوهای دیگه ای صحبت کنم که توی اینترنت گذاشته شده و ادعا میکنن که راز تابلوی داوینچی رو میخوان به مردم بگن و بعضیشون که من نگاه کردم خیلی ناراحت شدم، چون چیزایی که میگن هم دروغه هم اشتباست، همین که میخوان یه جورای فریب بدن آدم ها رو با این حرفا.
میان چیکار میکنن؟ از فتوشاپ استفاده میکنن، تصویر تابلو شام آخر رو اول برعکسش میکنن و محوش میکنن و دو تا تصویره، یعنی تصویر اصلی رو با تصویر برعکس شده رو هم دیگه میذارن و خب یه تصویر خیلی بدی ایجاد میشه. شما این کار در مورد هر کسی بکنین تصویر بدی درست میشه. اگه تصویر منم بگیریم برعکس کنیم، محو کنیم، روی همدیگه بذاریم و روی همدیگه نصف نیمه، روی همدیگه همپوشانی بذارید، تصویر منم شبیه یه چیز بد میشه. و اینجوری به صورت غیر مستقیم میخوان بگن که مسیح شیطانه و این رازی بود که داوینچی میخواسته بگه و یه سری دلایل علکی مثل این مثلث مثلا توی تصویر و چیزهای دیگه پیدا میکنن و به همدیگه ربطش میدن که هیچ ربطی نداره و هیچ معنی نداره و اینو راز داوینچی معرفی میکنن. اما راز داوینچی فقط اون قضایی بود که روی اون میز بود و حرفایی که مسیح توی انجیل زده. میخوام به این نکته اشاره کنم که در اسلام در ابتدا مسیح رو از اون مقام پسر خدایی آوردن به مقام پیامبر، پایین تنزل دادن و الانم توی ویدیوهایی که توی حالا سیستم جمهوری اسلامی درست میکنن روی اینترنت میذارن میخوان بگن که مسیح پیامبر هم نیست، غیر مستقیم میخوان بگن که مسیح شیطانه. دو تا از ویدیوهایی که مربوط میشه به این ویدیو و این موضوع و یا فیلم های سینمایی که حالا ارتباط داره با همین قضیه میذارم براتون نقدشو و میتونین از اینجا برین یکی از اونها رو کلیک کنین و ویدیو بعدی باشه که میبینین. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. من علی فرنگمیر هستم و این شبکه میستریز. اگه دوست دارین شبکه منو دنبال کنین، از اینجا شبکه رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.